هنگام وارد شدن به شهر ابت آباد اسلام آباد با تدابیر شدید امنیتی نیروهای پاکستانی روبرو شده ایم. سربازانی که در راه ورودی این شهر هستند میگویند که هیچگاهی بدون بازرسی و نداشتن شناسنامه کسی را اجازه وارد شدن به شهر ابت آباد نمی دهند. دا ان شاء الله چې دلته کوم یو غاړې مرزي د بغیر د چیکینګ او بغیر د شناختی کارت چیکینګ غاړي او مکمل ان شاء الله مونږه چیک کو او داشن قسم څوم واقع نه راځي او مکمل ان شاء الله مونږه چیکینګ بغیر د چیکینګ نه څو کوم غاړې نه پریدو. باور شدن به این شهر همه می دانند که این یک شهر نیمه نظامی است و حتی رفتن افراد عادی به این شهر نیز دشوار به نظر می رسد. ابت آباد کې دا هلیکاپټر هلیکاپټرونو چې وګنه هغه مطلب فلاینګ کوجی او ډیر لاندې فلاینګ کو ځکه یو نارمل کم بلندی وی هغه نه ډیر لاندې دا کو نو موږ ټول راویښ شلو او کور نه بار راوتلو چې یاره جی دا څنګه حساب کتاب دی دوره نا وخته ټیم کې او داسې هلیکاپټرونه او شپې مغرب نه بعد هلیکاپټر ته اجازت نه وی جی فلایټو کې نو هغه بیا نه بعد تقریبا ایک بجے ٹیم یوې بجے ٹیم داسې یو لوی غونډه کې داسې بلاسټ شو 14 کا اوښلا او موږ ټول پریشانی عالم پریشانی دغه کې بار راوتلو کورنا چې څنګه هم راوتلو دا اور او دا شور شرابه او دغه ټایپ حساب کتابو نو موږ لړو بیا هغه ځای ته کم ځای کې دا اور غورځېدو او دا بلاسټ وغیرہ او لګد مسئلے مسائلو هلته چې سمال موږ لړو نو هغه ځای موږ چیک کړو او هلته خو بیا سیکیورټی فورسز پاکستان آرمی پولیس او داسې دې ټول ایریا سیل کړی وه څنګه بلاسټ شو هغه فوراً هغه ټایم بعد. این خانه سه طبقه ای است که اسامه در آن از سوی نیروهای آمریکایی کشته شد. این خانه نسبت به خانه های دیگری که در نزدیک آن هستند ویژگی های خودش را دارد. هر کسی با دیدن این خانه فکر می کند که اینجا مختص به افراد نظامی و مهم است. در همین حال یک مهندس پاکستانی که در این شهر زندگی می کند می گوید که ساخت این خانه در این شهر برای او از پیش شگفت انگیز بوده است. او تاکید می‌ورزد که او در ساختن خانه‌های مقاوم در برابر زلزله حرفه‌ای است و در کشورهای دیگر چون آمریکا و ژاپن نیز خانه‌های را ساخته است، اما به باور او این خانه بسیار مستحکم ساخته شده است. واحد بیلڈنگ دی چې ایون د 2015 کال چې خطرناک زلزله پرې خاوره کې شوې دا واغینه بعد ما ډیر بیلڈنگ جوړ کړی مختلف ملکونو سره ایون جاپان لمی جوړ کړی امریکای لمی دلته بیلڈنگ جوړ کړی خو ایون هغه بیلڈنگ هم د دې طرز نه دی جوړ شوی په هغه زلزله کې تاسو ته پته پلکاو خلق مړو او مرسته پکې کېدله د امریکای پکې کېدله د جاپان کېدله ټول ملتونه یو ځای شول څو کینو شو کولای خدا یو د پښتنو کورو یو خپل طریقه او سیدل خپل طریقه باندې جوړ کړی او د خپل رنسینو چا باندې پابندی نشته څوک 2 فټه لګي څوک 14 فټه لګي د باندې پابندی نشته نو څوک لګوي شي او څوک اچا د اجازه څوک دا افغانانو څوک دا کوم کسان چې دا پښتانه دا پښتو ویلی او ته چې پښتانه پکې د کلی خلک وایي پښتانه ویلی او د نور چا د تعداد نه دلیدلې پکې راتګ نه دلیدلې بار تګ نه دلیدلې څوک دغه نه خبر شي نو خیر زموږ سه خاص نظر په نه دی پریوته ځکه چې بس اکس کا تیر به سلام دعا به را سره کوله هغه سره یو سورګاډ او ډبا آی کې بتل راتل سلام دعا خو باقي خیر هر چا سره کوله خو دا سیغم خادی به چا سره نه کوله. گفته می شود که اسامه در این اتاق در طبقه سوم این خانه به سر می برد. یکی از سربازان ویژه آمریکایی بر رسانه‌های خارجی گفته است که اسامه در هنگام عملیات از این پنجره به او نگاه کرده است و پس از آن شتاب زده از آنجا تلاش به فرار کرده است. دی کور کې دو قسم مال دی وجه یو ارشاد نامه باندې و یو غټ غټ خان ویلې یو وړو کې کس غو کیری چرواله دا دو قسم مون کتلی وجه یاره دی خلکو لای چا سره تعلقات نه ساتل او ر خو دې دغه جی خلکو د نږدې او غونډیان ویلې چې دوه پښتانو او دا به کله تل راتل دا دکان ته دا بچانی خو نور وړه بچانی ورسره پښتو ویلې خو نور داسې خاص معلومات نه ورته. باشندگانی که در نزدیکی های این خانه زندگی می کنند می گویند کسانی که در این خانه زندگی می کردند هیچگاهی درباره شغلشان به کسی چیزی نمی گفتند. برخی از این باشندگان می گویند که سیم های کشیده شده بر سری دیوارهای این خانه از پیش دارای برق بوده است و احتمال می رفت که جریان برق در این سیم ها نیز به منظور جلوگیری از وارد شدن افراد از راه دیوار به این خانه بوده است. باشندگان این منطقه می گویند که این عملیات 40 دقیقه ادامه داشته است و در این میان صداهای تیراندازی نیز به گوش می رسیدند.
التا اوس یونیفارم شپې ټایم دوره منګ غور سره اونلې ده اغه یونیفارم بارل اغه پښتو کې خبره کوله اغه منګ سره منګ کوم علاقې خلکو اغه سره پښتو کې خبره کوله وته وی چې شاته شي مخکې مرزي دلته خطر ده. اسامه بن لادن به روز دوشنبه هفته گذشته در یک عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در خانه اش در شهر ابت آباد پاکستان کشته شد. قوم‌های آمریکایی اعلام کردند که اسامه بن لادن هنگام کشته شدن مسلح نبود، اما هنگامی که می‌خواستند وی را بازداشت کنند مقاومت کرد و کشته شد. در این عملیات یک همسر و یک پسر اسامه و دو تن دیگر کشته شدند و دو دختر اسامه زخم برداشتند. گفته می‌شود که زخمی شدگان هم اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی پاکستان هستند.